صدای من میاد آی موبت؟ بله جان موبت، ما شوربختانه نمیدونم، من گوشیم بعضی موقع کامل خاموش میشه توی برنامه ها و برنامه نتونستیم ذخیره کنیم. اگر که جمع‌بندی بفرمایید و دیگه بله عرض کنم، پس بنابراین سپاس بذاریم. چشم. به هر حال پس هر چهره ای که ما بهش میگیم چهره و پنج روزه که عرض کردم از واجهیش که قبل از آغاز اون پنج روزه شروع میشه و اون تنها و تنها مسئولیتش با انجمن موبدان تهران که امروزه بالاترین ارگان رسمی و قانونی اداره کننده امور مینوی جامعه یا معنوی جامعه، یعنی دینی، آینی، فرهنگی جامعه زرتشتیان هست، باید اداره بشه و به دقت و وسواس خاصی یسنا و تمام آیین هایی که اجرا میشه، یعنی فقط خواندن اوستا نیست، تمام این مراسم ها کجا چی بشه چی نشه و همه اینا تخصصی است و همه موبدان نمیتونن، اونهایی که این رشته رو تحصیل کردن و پروانه گرفتن میتونن، که ما تو ایران هم بیش از 5 تا یا 6 نفر هستیم انجام بدم. به هر حال اون چه هست، بعد خود گامبار شروع میشه که با اوستاخوانی صبح چیز که میشه بهدینا همه جمع میشن، به اون جمع شدن بهدینا میگن انجمن وحی مزدیستان، انجمن وحی مزدیستان تشکیل میشه و به اصطلاح حالت انجمنی داره. بعد که گفتیم در شرایط امروز ایران و این وضعیتی که به هر حال در دنیا هست، حالا تا یه جا بدتر یه جا بهتر، ایران هم جایی است که به هر حال این نوع شدیدش کووید 19 اومده، خب بهداشت رو رعایت کرد، همینطور که انجمن موبدان هم در سایت ها گذاشته و همه میدونید و خودتون هم میدونید، اونهایی که به دانایی رسیدید میدونید. حالا درسته دلمون میخواد همه دور هم جمع بشیم، همه با هم باشیم، ولی ما حتی برادر خواهر هم که میخوایم با هم باشیم نمیتونیم باشیم، یا باید در شرایط ویژه‌ای با هم باشیم.
اینه که مراسم ها، آیین ها، اینا همه رو باید جوری بکنیم که به خصوص تو مراسم هایی مثل گاهنبار که یک مراسمی است که احساسات ممکنه بر عقل غلبه کنه، در زمانی که میخواهیم که به صلاح استخوانی تمام میشه، حالا حول کنیم، فلان کنیم، حتی ممکنه بریم نزدیک بشیم، ما هم دست بدیم، چه میدونم اختلاط کنیم، بعد بریم غذا بخوریم. همین لورکا ممکنه هر کدومش آلوده باشه، هرچند که موبد پنام میبنده و میدونید که پنام جالبه و این هم خیلی جالبه. سازمان بهداشت جهانی هم خیلی براش جالب بود که موبدها از به اصطلاح برای اینکه چهار آخشیش آلوده نشه، همین هم که جناب محمد فرهری داشتن اوستا میخواندن، میدیدیم که در حقیقت پنام بسته بودن که چیزایی که جلوشونه، حالا به کرونا نیست، قبلش هم بوده. حالا هرچند در مورد کرونا حتی این نوعهای جدیدش باید حتی دو تا ماسک هم زد و سعی کرد صحبت نکرد، یا مثل بانک ها و اینجاها پرده ای گذاشت که خیلی برای سوراخی باشه که به هر حال تا میشه بشه، هرچند اونم بالاخره گرفتار میشه. حالا یه کسی مثل موبد، وظیفش پزشک، وظیفش بالاخره در شرایط اون هم شرایطش بایستی کاملا رعایت بکنه، بره کاراشو انجام بده، خودش یه کمی هم تو خطر انداخت طور نیست، ولی کسی که به هر حال چیز هست و لزومی نداره خودش خطر بندازه، این کار رو نکنه و خلاصه بار بده و ضد بار دادن کاری نکنه که بعد بار منفی داده بشه و یه نفر دیگه رو دوچار کرده باشه به بیماری. و امروزه که این نوع جدیدش حتی جوان‌ها رو میگیره، حتی اونایی که واکسن هم زدن میگیره، 70% 65% به اصطلاح مسئولیت میده، اونی که واکسن هم زده خودش دقیقاً ناقل هست. به هر حال همیشه باید میگیم چی در همین اوستای گاهنبار که خوندن گفتیم، آن کس که یه زشت فرمود، گفت یه زشت خانه بشه، و کلمات مانترا که ما وقتی شنیدیم چقدر لذت بردیم از این و بهره‌مند شدیم از صدای خوب و صدایش خوب جناب آقای موبدیار پروهری، واقعا من که لذت بردم. بعد و به اصطلاح از معنوی توکل کنیم به خدا، توکل کنیم به همه راستی ها و چیزهایی که گذشتگان روانه نیاکان ما، فروهر دیگر یا نیاکان ما، و به هر حال تکیگاه روانی خوبی داشته باشیم. و ولی اشو داد یعنی خیر و خیرات و مبرات و کارهای نیکو رو منتها در شرایط کرونا با توجه به شرایط کرونا اشو داد بکنیم و بعد اشو اون کس که میاد ساخت، اون که ما بهش اشو میدیم، اون میره مثلا پول میدیم تهیه میکنه با شرایط بهداشتی، مثلا میبره تو پلان بیمارستان یا پلان جا میده به مریض ها، پلان چیز میده به مستمندان، میده به کسانی که احتیاج دارن. و به هر حال جوری خلاصه این سیستم بایستی یه زشنخاش و اشو داد و میاساخ چنان هماهنگ بشه که این دعای آخر رو هم بنده به عرضتون میرسونیم. میگیم چی؟ همازور بیم، همازور، همزور باشیم، همنیرو باشیم، همازور هماشو بیم، کسانی که راستجوی نیکی افسا هستن، کسایی که از دانش خودشون در هر رشته‌ای هستن، از ساده ترین رشته‌ای که یک کارگر ساده یا یک کار خیلی ساده‌ای داره انجام میده تا بزرگترین کارهایی که داره انجام میده، وجدان در کنار خرد بیدار نگاه کنه، آساس چمن کس چای زندگی کنه و به گونه ای باشد که گیتیش باشد به کامه تن، مینویش باشد به کامه روان. اغنی اشوبی یعنی همه پیرو به راه راست نیکی افزا باشیم. اغنی اشوبی ایدون باد، ایدون ترج باد، خردتان دانا و پویا، وجدانتان هوشیار و بیدار، تنتون سالم و پرتوان باد. بسیار از شما هم متشکرم جناب آقای موبد فروهری که این فرصت رو فراهم آوردید. امیدوارم که مفید واقع شده باشه. اونایی هم که یاد گرفتن این مسائل ها رو، بقیه بهدینان رو و کلا کسانی که
دین مال فرد به خصوص نیست، دین و وجدانیات مال همه انسان هست. دیگران ها هم به این فلسفه ها که انسانیت و اخلاق و نیکو رو گسترش میده آشنا بکنن و مخصوصا کاری بکنن که روز به روز نیکتر و نیکوتر بتونیم که زندگی کنیم. تنتان ایتیتان باد به کامه تن، مینیتان باد به کامه روان، عقلی اشوبیم. تن درست باش اینجا مابد. خدا نگهدارتون که گنبار پشت بنده شما. قربان شما همچنین پشت بنده شما و همه شمندگان بینندگان عزیز. خدا نگهدار. خدا نگهدار.